توی این درس با فرم های گرافیکی کار میکنیم. در کنار نوار ابزار گوگل دراو آیکونی رو میبینید که در اون میتونید عناصر گرافیکی رو برای اضافه کردن به قطعتون انتخاب کنید. به گزینه هاتون نگاه کنید و دنبال شکل هایی بگردید که به نظر شما به بهترین شکلی پیام و برند شما رو منتقل میکنن. این شکل یا عنصر طرح رو انتخاب کنید و به داکیومنتتون اضافه کنید. و سایز اون رو به همون شکلی که میخواید تعیین کنید. برای اینکه نشونتون بدم چطور این کار رو انجام بدید، شکل قلب رو انتخاب میکنم. البته اون رو توی کارت الکترونیکی نهایی خودم استفاده نمیکنم. با نگه داشتن و پایین کشیدن ماوس میتونم شکل قلب رو درست کنم. اما مثل قبل اگه موقع کشیدن کلید شیفت رو نگه دارید نسبت ابعاد شکل یکسان باقی میمونه. نه من واقعا نمیخوام از یک قلب استفاده کنم. میخوام از یک مستطیل استفاده کنم که الان اضافهش میکنم. رنگ ها ممکنه دقیقا همون چیزی که می‌خواید نباشد. ولی بعدا سراغش میریم. شکل شما احتمالا روی متنتون رو پوشونده که نمی‌خواید این اتفاق بیافته. برای اینکه شکل رو ببرید پشت متن، شکل رو انتخاب کنید و از منوی دراپ گزینه زیر رو تیک بزنید. این کار شکل رو پشت همه چیز توی صفحه قرار میده و اگه بخواید اون رو به جلو بیارید باید به این ترتیب عمل کنید. حالا شما اون شکلی رو که میخواید دارید. و اگر روی قالبی که برای شما درست کردم کار کرده باشید ممکنه بخواید شکلتون رو تو فضایی که براتون ارائه کردیم توی جای دیگه روی کارت الکترونیکی قرار بدید. روی کارت الکترونیکی من عنوان گزارش هنوز مهمترین بخش از طراحیه. اما من میخوام فراخان به دانلود گزارش کمی بیشتر جلب توجه کنه. در نتیجه از مستطیلی برای ایجاد نواری رنگی استفاده میکنم که پشت این متن میره و اون رو کمی از بقیه متمایز میکنه. کاری که میخوام انجام بدم ترو تمیز کردن این طرحه و مطمئن شدن از اینکه فضای مساوی در دو طرف متن وجود داره. خب این کار نسبتا سرراست به نظر میرسه. رنگ و مرز سیاه چیزی نیست که من بخوام داشته باشم. پس بهتون نشون میدم که چطور اون رو تغییر بدید. در کنار استفاده از ها توی کارت الکترونیکی، شما میتونید از تصاویر یا عکس‌ها هم استفاده کنید. روشی که میتونید این کار را انجام بدید رفتن به نوار ابزار و کلیک روی آیکون تصویره این به شما اجازه میده که عکس یا تصویری از کامپیوترتون یا از روی گوگل درایو آپلود کنید حالا من میخوام یه تصویر به کارت الکترونیکی خودم اضافه کنم من از یک تصویر توی وبسایت و گزارش رمزگشای انقلاب استفاده می کنم. و می خوام که کارت الکترونیکی مشخصه ها و حس زیبایی شناسی یکسانی با اون گزارشمون داشته باشه. پس من از این تصویر کوچیک استفاده میکنم که توی گزارش داشتیم و اون رو کپی می و توی کارت الکترونیکی خودم جایگذاری می کنم. اون رو اینجا میذارم و تصویر جا نگهدار قبلی رو پاک میکنم. و درست مثل تصاویر دیگه میتونم اون رو با کشیدن گوشه هاش بزرگ یا کوچیک کنم. این تصویر رو خودمون اینجا توی مؤسسه رسانه های خورد درست کردیم. اما اگه شما تو ساختن تصاویر خودتون راحت نیستید، یک وبسایت خیلی عالی به اسم نان پراجکت وجود داره که میتونید از تصاویر اون استفاده کنید. به شما نشون میدم که این وبسایت چه شکلیه. اینجا تو انجمن حمایتگری ما خیلی از آیکون های نان پراجکت رو برای دوره هامون استفاده کردیم. اونها آیکون هایی برای بازنمایی هر مفهومی دارن. پیوستن به این وبسایت رایگانه و شما برای هر آیکن حدود دو دلار باید پرداخت کنید. یا اینکه اگه قواعد درست ارجا دادن به وبسایتشون رو رعایت کنید میتونید رایگان از سایتشون استفاده کنید. این یک ابزار بسیار عالیه اگه به یک تصویرگر حرفه‌ای دسترسی ندارید. خب پس همه معلفه های گرافیکی که من میخوام روی کارت الکترونیکیم از اونها استفاده کنم اینها هستن. حالا به سراغ درس بعدی بریم.